سلام، احمدم و به مناسبت روز آزادی نرم افزار سال 1400 خب در مورد یکی از چالش های نرم افزار آزاد یعنی خلأ قانونی اون صحبت کنم. هدف از این صحبت بیشتر بحث فنی نیست، هدف از این صحبت بیشتر تشویق و درخواست از دوستانه برای اینکه در مورد این موضوع بیشتر حرف بزنیم و بیشتر واکنش نشون بدیم. خیلی سریع یک تعریف نرم افزار آزاد رو مرور میکنیم. نرم افزاری رو میگن آزاد در تعریف و در اون ایده ای که براش وجود داره. نرم افزاریه که 4 تا آزادی رو رعایت کنه و داشته باشه و این 4 تا آزادی رو به کاربرش بده. یکی این که آزادی در اجرا، یعنی شما هر طور و هر جوری و هر هدف و قصدی که بخواید میتونید نرم افزارتون رو و باید بتونید نرم افزارتون اجرا کنید. شرکت تولید کننده، شرکت بالادستی نیاد محدود کنه شما رو، اگر فلان طور استفاده کردی اینجوری کن، تو فلان جا استفاده نکن، برای این کار بکن، برای اون کار نکنی، در میون نباشه، شما آزاد باشی هر طور که دوست داری برنامه رو اجرا کنی. مورد بعدی این که شما بتونید اون نرم افزار که اون کدی که رو سیستم شما اجرا میشه و چیزی که اجرا میشه بتونید مطالعه کنید و ببینید و تغییر بدید، یعنی بفهمید که چی داره اجرا میشه و اون چیز رو دست به نیازتون اگر دوست داشتید تغییر بدید یا یکی بگید براتون تغییر بده. و این خب مستلزم اینه که شما به سورس کد دسترسی داشته باشید و اون اوپن سورس بودنه در دل این هم نهفته است. دو تا آزادی بعدی در مورد انتشاره، یعنی که شما بتونید اون نرم افزاری که دریافت کردی رو به هر کسی که دوست دارید بدید و منتشرش کنید، چه رایگان چه پولی. و مورد بعدیش هم این که شما اون رو اگر تغییر دادید، اون نسخه ویرایش شده خودتون رو هم آزاد باشید و بتونید در اختیار بقیه قرار بدید و حتی بفروشید و توزیع کنید. این تعریف و ایده کلی نرم افزار آزاد بود. چیزی که این تعریف و این ایده و این نگرش و این جنبش و این آرمان برای اینکه در عمل مطرح بشه، این نیاز داشت که هولش یه سری بنیادهایی، گروههایی، تشکلهایی شکل بگیره. گروه ها و بنیاد های نظیر خود نرم افزار آزاد و شبکه ای از افراد هکرها و اکتیویست ها که لیبر پلنت، که هدف همگی اینها همون آزادی کاربره و صیانت از اون آزادی کاربر و دفاع از اونه. حتی میشه EFF رو هم در این گروه قرار داد به نظر من. حالا بحث آزادی اونقدر مطرح نیست ولی خب در یه راستا هستن تو حدودی. و این سلطه و اون بهره کشی و اون بردگی شرکت ها از کاربرها و اون بردگی کاربرها رو باهاش مبارزه میکنن. مثل پروانه ها، مثل GPL، AGPL و Creative Commons ها که حالا من دو موردش آوردم، اینها هم حول این شکله. و ایده فقط محدود به نرم افزار هم نیست. حالا ما چون بحثمون نرم افزاری و چون روز نرم افزاری نرم افزار آزاده بیشتر در همین حوزه صحبت میکنیم، منتها شامل دانش آزاد، شامل هنر، شامل فیلم و کتاب نوشته، هر چیزی میشه. یک دنیای آزاد، یه دنیایی که در انحصار نباشه و مردم بتونن به همدیگه کمک کنن و از دانش همدیگه بهره ببرن. طبیعتاً چون نیازها تغییر میکنه و علم روش میکنه، خب این پروانه ها هم و این نیازها تغییر میکنه و بروز میشن. و من به نظرم بروز بعدی که نیاز داره، بروز ثانی بعدی که نیاز داره، این رهایی از چنگ این قوانین و این بازیهای سیاسیه. کالا این ارائه هم در همون پولوشه. مثلا GPL ها اومدن، GPL 3 اومد، بعد بحث سرویس ها مطرح شد و بحث هاستینگ ها مطرح شد، AGPL اومد و لایسنس های دیگه برای محتوای غیر نرم افزاری و CC ها اومدن. حالا تو CC ها رو میتونید انواع مختلف دارن، این همون شرایط مثل نرم افزار. یعنی کسی که اینو گرفت بتونه توضیحش بکنه یا نکنه، بتونه بفروشه نفروشه، اون ایده سازنده اصلی رو رعایت کنه اسمش رو یا نکنه و و موارد از این قبیل. اما چیزی که در واقعیت وجود داره و بیشتر ماها درگیرش هستیم، ماها از مردم ایران و حالا مصر و مصر کنه مردم ایران و سوریه و چند کشور دیگه، کره شمالی و اینا، واقعیت اینه که نرم افزار برای ما آزاد نیست. یعنی نه تنها برای ما، برای اون کس دیگه ای هم که کشورهای دیگه دارن استفاده میکنن،
ما چون به عنوان یک مثال نقض هستیم برای اونها هم آزاد نیست. یعنی یک امریکایی یک نرم افزار آزادو که در اختیار داره باید اینو بتونه به هر کسی بده، ولی در عمل نمیتونه مثلا به من بده نرم افزارو، به یا ایرانی بده. این یک مورد نقضه. حالا نقضها روز به روز داره نوعش عوض میشه، بیشتر میشه. بستن آی پی دیگه به نظرم بدترین و ظالمانه ترین نوع این نوع تحریم هاست. تا جایی که من اطلاع دارم و قبلا بررسی کرده بودم، قوانین امریکا محدود نمیکنه و مجبور نمیکنه شرکتی رو که آی پی ایران رو ببنده، آی پی کره شمالی رو ببنده، بلکه این خود شرکت ها هستن که این کار انجام میدن. حالا شاید تازگی ها عوض شده و بسته به تنش هایی که روز به روز بیشتر هم داره میشه، ولی در قبل نبوده اینا. و اما روز به روز الان ما داریم با خطاهای 403 مطرح مواجه میشیم. بعضی این سرویس هایی که اومده مثل گوگل و اینها خودشون سرویس دهنده هستن، زیر ساخت هستن و یک نرم افزار نیستن. اما دلیلی که اینها مطرح میکنیم و مثال میزنیم برای اینه که حجم زیادی از نرم افزارها و سرویس ها اینجا داره هاست میشه و توی اینها هستش و طبیعتا برای یک کاربر هر چند طرف اعتقاد به آزادی نرم افزار داشته باشه، براش بهینه تره، به صرفه تره برای اینکه دیده بشه، برای اینکه هزینه کمتری کنه که سرویسش رو توی یکی از کلودهای آمازون و گوگل و مایکروسافت هاست کنه. و در صورتی که اون آی پیشون برای ایران بسته است، یعنی خیلی هم نمیدونن اینا. یکی بحث هزینه شه، یکی هم بحث دیده شدنه. یعنی هر توسعه دهنده‌ای که یه دونه گیت لب برای خودش، یه گیت برای خودش، یه گیتا برای خودش بیاره بالا که انتظار زیادیه. ولی در هر صورت واقعیت اینه که ما به عنوان یک کشور، مردم یک کشور که تازه داره دیگه به ملیت هم میرسه، یعنی شما خون ایرانی داشته باشی، هر جای ایران هم باشی، ساکن خود امریکا هم باشی، باز هم مثل این که شامل بعضی چیزا میشه. حالا هنوز زیاد من خودم باش مواجه نشدم، برای مثالی نیاوردم، ولی خب اون هم یک مورد جالبیه. در عمل پس به این رسیم که ما سرویس ها برای اون بسته است، ما حتی نمیتونیم مشاهده کنیم یک سایتی رو، یعنی کار اصلا به سورس کد هم نمیرسه، یعنی کار به مشارکت و توسعه دهنده هیچ، کار به دریافت نرم افزار هم نمیرسه و ما صرفا مشاهده نمیتونیم کنیم. ما redis.com رو، یک فایل محتوای استاتیک مال سایت redis.com رو هم نمیتونیم ببینیم، چه برسه به این که بخوایم حالا redis رو بخریم یا redis رو دانلود کنیم و نصب کنیم. سایت هایی که تو گوگل هاست شدن اصلا شما نمیبینید، یعنی اصلا نمیدونید چه خبر توش هست، میرید همه که 403 بر بخورید. و در صورتی که اکثر اینها نرم افزاری آزادی هستن که اون کسی که اونو ساخته حالا یا اعتقاد داشته یا نداشته، در صورت به اوپن سورس بودن اعتقاد داشته که اوپن سورس داشته، ولی یا به آزادی نرم افزار اعتقاد داشته یا نه، ولی اونو منتشر کرده، آزاد منتشر کرده یا اوپن سورس منتشر کرده و بعد میبینید که در دسترس خیلی زیادی از افراد نیستش یا مثلا قوانین محدود میکنه اونو. اما اینکه چه کار میشه کرد، دیگه من هدفم این نیست که، یعنی در حدی هم نیستم که بخوام بگم چه کار بکنیم، ولی یه سری راهکارهایی هستش. من ازم با در این مورد صحبت کنیم چون روز به روز داره وضعیت بدتر میشه، مخصوص حالا مورد آخری بیشتر وقت بذاریم. اینکه آیا میشه از بنیادها امید به بنیادها امید داشت، از بنیادها کمک گرفت، یا مثلا بنیادها بیان و یه سری سورس کد ها و پروژه ها رو در دست بگیرن و طبیعتا اونا خب شاید احتمالاً محدودیت کمتری روشونه، چون شما یه نمونه خیلی ساده، شما از بنیاد نرم افزار آزاد عضو بشید، آدرس پستیتون ایران بزنید، براتون اون بسته هدیه‌شو میفرسته، اون فلش اونا رو میفرسته. ولی شما تو گیت لب مشارکت کنید، اون ماگ رو که هدیه میده نمیفرسته براتون. شما تو دیجیتال اوشن مشارکت کنید نمیفرسته، جای دیگه مشارکت کنید نمیفرسته. در صورتی که اینا همه اساسا مراوده مالی مطرح نیست. یه زمان میشد، اصلا دلیلی که من خودم تو پروژه فدرا بخش سفیرها رفته بودم این بود که فدرا $3,000 همونطوری به قول معروف بدون سختگیری خاصی به ایونت ها و رخدادهایی که در حول نرم افزار آزاد بود کمک میکرد. متابره ایران که من صحبت کرده بودم گفته بودن که ما نمیتونیم پول بدیم، متا بج و کلاه و پکیج هایی که برای تو معلا ایونت ها و رخدادا میدن رو میتونیم بهتون بدیم. الان کار به همون جمع رسیده که نه تنها همون هم نمیدن، بلکه من رو هم از پروژه حذف میکنن و پیج ویکی من رو هم حذف میکنن. یعنی من که هیچ دسترسی دیگه به فدرا ندارم،
و میدونم پیج ویکی من رو هم حذف میکنم. میگه برای هم میگم روز به روز داره شرایط بدتر میشه. شروع از همونجا بود، یعنی فدرایی که قرار بود به ایران بج بده و پکیج بده و پکای هدیه بده و کار برای ایران، کار به جای رسید که اول مخازنمون رو حذف کرد و بعد هم اومد خودمون رو داره حذف میکنه. ولی خب احتمالا بنیادها محدودیت کمتر روشون باشه و شاید بشه از اون طریق ازشون کمک خواست، شاید هم بشه و از EFF و FSF خواست که فعالیت حقوقی انجام بده، چون بار سنگینی داره، یعنی تو در استفاده بعدی بهش میرسیم، بار سنگینی داره این مقابله و این باز کردن ها، چون گیت هاب این کار انجام داد ولی خب انرژی زیادی میبره و نمیشه هر شرکتی این خواد اینقدر وقت بذاره. این با در موردش مردان صحبت بشه، اینکه شبکه های فدریتد و دیسنترالایز و توزیع شده اینها چقدر میتونن کمک کنن. طبعا الان خیلی راهکار نداره، هرچند نمونه های موفق خوبی داریم، ماستادون رو داریم، پیرتیوب رو داریم، پیکسل فد خیلی داره خوب کار میکنه، ولی تا اینکه هزینه داره، یعنی زیر ساخته برای راه اندازیش بر کسی اون رو راه اندازی میکنه هزینه داره و انتظار زیادیه که الان حرکت بزرگی انجام بشه، ولی این آینده خیلی امیدوار کننده ایه. دو مورد بعد این که استفاده نکنیم و مشارکت نکنیم رو تو هکر نیوز چند تا خارجی هم این پیشنهاد داده بودن. در نظر پیشنهاد زیادیه، یعنی زیادی رویاییه. اولا ما ایرانی ها اونقدر مشارکت خاصی نداریم که مطرحی نداریم که بخوایم مثلا یهو تحریم کنی یک ضرر زیادی ایجاد بشه که منجر به چیزی بشه. اولا بعضی چون بحث سیاسی ضرری هم ایجاد بشه و کارش نمیشه کرد. پس بهترین روش همون بحث اعتراضات مدنی و روش‌های دیگه هستش. مدنی‌تر حالا اینا مدنی. خود خارجام انتظار نمیشه ازش داشت. بازم میگم یه برنامه‌نویسی که یه دانشجویه که یا یه پروژه‌ای داره کار میکنه بیاد و اینا رو هاست کنه. معمولا شرکت‌های بزرگ روز به روز دارن بیشتر این زیر ساختا رو میبلعن و باید یه فکر دیگه برداشت. مورد دیگه که چند نفر هم گفته بودن، یعنی تو ایران ایرانی نبودن، این بود که ما خودمون هاست کنیم، خودمون زیر ساختای داشته باشیم، که این وحشتناکه. یعنی وقتی میگم همیشه هم من هم بعضی بقیه هم گفتن که این زیر مسیر امریکا و مسیر جمهوری اسلامی به سمتی داریم میره که جفتشون همدیگر رو حمایت میکنن و این وسط فقط ملت داره سرکوب میشه، دقیقا همینه. یعنی یادم سر تحریم های ترامپ و دیما فاطمی هم به ترامپ مدام داشت میگفت تو این کاری که داری میکنی نه تنها به فایده ملت نیست، به ضرر ملت هم هستش و حکومت از این میگه دیدید که این امریکا این کاری کرد، دیدید امریکا همینی بود که ما میگفتیم. الان هم با طرح صیانتی که اینا دارن و با این نگرانیایی که اینا مطرح میکنن که خیلی هاشم رو حواس و مهمله، منتها دقیقاً اگه دقت کنید سیاست ها در یه جهته. یعنی فردا جمهوری اسلامی میگه دیدید اگه فلانش اگر جیمیل رو بس چیکار میکنی، اگر فلان رو بس چیکار میکنی، حالا بیا جمع کنیم بیا مثلا بومیش کنیم. این چیز نگران کننده دیگه ایه. الان روز به روز همه چیز داره برای ما ایرانی ها بسته میشه و همونطور که تو سایت هم نوشتم تن قربانیش ماها هستیم. یعنی واقعا خیلی مسخره است که با فکر کنیم با یه تحریم با یه بستن آی پی به حکومت و یک دولتی داره فشار میاد، اون ملت هستن که بهشون فشار میاد. این هم مورد نگران کننده ای هستش که باید در موردش صحبت کنیم. کلا حرف من اینه که بیایم در این مورد صحبت کنیم. هستند افرادی که بها میدن، هستند افرادی که با آزادی نرم افزار بها میدن و ایدهشونه، واقعا ایدئولوژیه، نمیان میگن خب این. یعنی بسیاری از کامنت ها حتی از داخل حتی از ایرانی ها نظرهایی که داده میشه اینه که خب این قوانین آمریکاست، قوانین اینجوری ربطی به فدرال نداره. اینا همه رو میدونیم، یعنی اصلا بحث این نیست که اینها ربطی به فدرال داره یا نداره یا به شرکتی ربط داری یا نه. بحث واقعیت اینه که آزادی نرم افزار، یعنی ما ایده رو داریم نه چهار تا متن قانون یا لایسنسی که تهیه شده. در واقعیت اینه که بعضی اهمیت میدن به نرم افزار آزاد و باید کاری کردن از همان. بیشتر این کار اینه که صحبت کنیم و اولا بدونیم. اون دو مورد سمت راست پیام‌های زیادی رو من تو پی وی، ایمیل، توییتر، جای مختلف دریافت کردم. از کسایی که گفتن اینو قبول ندارن، کامنت‌هایی هم دریافت کردم که نوشتن شما لایق همین هستید. ولی من امیدم و دلخوشیم به اون بخشی که اعتقاد دارن، به اون بخشی از آدمایی که به آزادی و حقوق دیگران اعتقاد دارن و فقط منافع خودشون رو نمی‌بینن، به اون سفیدپوستایی که توی راهپیمایی سیاهان برای گرفتن آزادیشون شرکت کردن، کتک خوردن و کشته شدن، اونم تو آمریکایی که چند سال پیش اون وضعیت داشت. من
امید و دلخوشیم به همین احساس، در همین دیگه باید صحبت کنیم. اون دو مورد سمت راست هر دو از اعضای فدرا هستند، دو پایینی از کارمندای رسمی رتته که حالا سانسور هم کردن یه بخشش رو. بس اینه که هستن افرادی که آزادی براشون مهمه و اینکه میشه کاری کرد. وقتی گیت هاب تونسته این کارو بکنه، این یه نمونه خیلی خوبی بود، این بسته شدن گیت هاب و یک بسته و باز شدن گیت هاب، که یعنی که میشه کاری کرد. ولی اون متن درازی که من وسط صفحه گذاشتم، اون کامنت یکی از اعضای فدرا توی گت تیکت هاست در مورد همین موضوع، که خود متیو میلر یک تیکت باز کرد و گفته بود که ما این شرایط دوست نداریم و نه برای فدرا خوبه، نه برای جهان خوبه، نه برای انسانیه، نه هیچی، ولی هست چیزی که هستش و ما باید یک کاری کنیم که این تنش ها کمتر بشه. بعد یه نفر به گیت هاب اشاره کرد و اون نوشته بود و واقعا جملهش درسته، یعنی هزینه‌ای که گیت هاب کرده بود ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که همه شرکت‌ها انجام بدن در حالت عادی، مگه اینکه فشاری بیاد از سمت مشارکت کننده، از سمت مردم، از سمت همون کسایی که فشار آوردن که نرم افزار آزاد به اینجا رسیده، همون افراد میتونن فشار بیارن و نرم افزار آزاد رو به مسیر بهتری برسونن و به اون آزادی برسونن، چون اونها اعتقاد دارن به این آرمان و ایده، صرفا با یک چهار تا متن لایسنس دلخوش نیستن. کل صحبت من همین بود، بحث دیگه ندارم، فقط میخوام که صحبت کنیم در این مورد و طبیعتاً یه عده از ماها قلم بهتری داریم، یه عده سواد بهتری داریم، یه عده افراد بیشتری دور و برمون داریم، یه عده اصلا خارج از کشور تو پروژه بزرگ داریم کار میکنیم، بهتری که صحبت کنیم در این مورد و تلاش کنیم که وضعیت بهتر شه، تلاش کنیم که یه کاری کنیم، حداقل اطلاع رسانی کنیم، چون به طوری که اینا دارن میبندن و این طوری که اینا هم میخوان ببندن، این وسط ما کاربران و شهروندانیم که فقط روز به روز بیشتر قربانی میشیم. در انتها ممنونم ازتون و امیدوارم که شاد و پیروز باشید.